دکتر هومان. بله بله. راجب آرتروز با هم صحبت کنیم. آرتروز؟ اوکی. با اگه یکی بیاد پیش شما و آرتروز داشته باشه، شما چه جوری کمکشون می‌کنید؟ اول کجا شروع می‌کنید؟ ببین، همونجوری که ما همیشه ریشه‌یابی می‌کنیم، بعد بریم دنبال عواملش. بله. و اصولا میدونی که خب در علم پزشکی معمولا یکی آرتروز داره چیکار میکنن؟ بهش یه پینکیلر میدن، یا پینکیلر یا داروهای آنتی انفلاماتوری بهشون میدن، و معمولا هم بهشون میگن که بعد یاد بگیری باش زندگی کنی. You have to learn to live with it. بله. در صورتی که آرتروز یکی از چیزایی که اگر که علل و عواملش به دست بیاد و اونها رو بتونیم کند و کاو بکنیم، خیلی به راحتی میتونن بهتر بشن و حل بشن. مثلا میشه آرترایتیس کاملا خوب شد؟ میشه، بله بله. مثلا اینجوری داشته بودم که دقیق. نه میشه، به خاطر اینکه آرتروز یک ریاکشنه، یک واکنشه نسبت به یک، اصولا هر بیماری یک واکنشه. بله. ولی آرتروز یک رابطه بسیار مستقیم با غذاهایی که ما میخوریم داره، بسیار مستقیم. بله. و یک رابطه حتی نزدیکتر به طریقه هضم و جذب و توانایی هضم و جذب ما داره. ما اصلا حس بکنم راجب هر سابجکتی صحبت کنیم دستگاه گوارش میرسه به دستگاه گوارش. چی میخوریم و وقتی که میخوریم چه اتفاقی براشون میفته، که معلومه که خیلی مهمه، بخاطر اینکه بالاخره مهمترین چیز توی بدن مثلا شکر، الکل، کافئین، غذاهای سرخ کردنی، آرد سفید، برنج سفید و نمک های معمولی، نه نمک دریایی. نمک دریایی بسیار هم مفیده حتی، ولی نمک های تیبل سالت که سدیم کلورایده، اینا بسیار میتونه آرتروز رو تشدید بکنه و یا حتی ایجاد یه سری التهاب میکنه و یه سری اینفلمیشن میکنه، به خاطر اینکه اینا و آرترایتیس اینفلمیشن توی جوینت، توی مفاصل. درسته مفاصل. درسته. و همون اگه یه چیزی هست نشه و اینفلمیشن کوز کنه تو گات، دقیقاً. خب اینفلمیشن از طریق، حالا اینو در جلسه آینده میتونیم صحبت کنیم که چی میشه که اصلا ایجاد التهاب و اینفلمیشن در بدن میکنه، که بتونیم راحت جلوگیریشو بکنیم. بله. حالا در جلسه آینده. در جلسه آینده.